کاش یه نفر از اون ماجرای کفش پوشیدن من فیلم میگرفت. قیافشو نگاه کن، مثل کلنگه، چوب خشکه، انگار چوب خشکه واقعا. ببینم اون به من خیره شده، انگار از بغل با نگاهش داره منو میخوره. چی میگی دختر، چرا اینقدر بد موقع زنگ زدی؟ دقیقا تو بهترین و هیجان انگیزترین قسمتش بودم. آهان، تو داری استوری خرید منو میگی، فهمیدم. حالا نمیخواد تو لایف لو بدی. ببین ندیم باید سوژه جدیدمون باشه، حواستو جمع کن. چی؟ تو داری چی میگی؟ دختر مزخرف نگو، چرا چرت و پرت میگی؟ هیچ میفهمی داری چی میگی؟ خرید عاشقانه ندیم کارچای و همسرش. مامانم زیاد حوصله نداشت، منم مامان بزرگم رو دعوت کردم. البته اگه از نظر شما ایرادی نداشته باشه. آه این چه حرفیه نوش جان نریمان خانم. نوش جان همگی. نورتان میشه داملا رو صدا بزنی؟ آه خودش اومد. نوش جان. ممنون عزیزم. چیزه من از فردا میخوام کارمو تو شرکت شروع کنم. میخوای شروع کنی؟ منظورت چی بود پسرم؟ میخوام شروع کنم. از فردا میخوام برم شرکت. قطعا که به عنوان مهمان نمیری مگه نه؟ من از مرحله مهمان بازی دیگه گذشتم. البته فکر کنم. فکر میکنم منظورم و اشتباه متوجه شدی ندیم جون. من فقط یکم تعجب کردم. راستشو بخوای منم تعجب کردم. چی شد که به این نتیجه رسیدی ها؟ یعنی چی شد که یهو اینقدر برات شرکت مهم شد؟ من نمیفهمم، یعنی اومدن من به شرکت مشکلی داره؟ اومدنت که نه مشکلی نداره، اما شروع کردن یه معنی دیگه میده. احتمالا منظور بابا هم همینه. اگه دلم بخواد شروع کنم پس شروع میکنم. داملا جون، انگار تو میخواستی یه چیزی به همون بگی. من؟ آره؟ نه من نمیخواستم چیزی بگم. عمو جان، رفتن من به شرکت که مشکلی نداره مگه نه؟ نه پسرم، اصلا شرکت سر جاشه. هر وقت که دلت خواست، هر چقدر که دلت خواست میتونی بیای اونجا. تازه شرکتم که مال خودته. منم با تو هم نظرم. جنگ، تو هم فردا میای شرکت پسرم؟
خب دیگه شامتونو بخورین نوشو جان. را بیافتین دیگه. خوبه، پس چطور ما هم بریم سر کار خودم؟ امروز کاری نداری؟ مامان چی کار میکنی؟ یعنی چی کار میکنم؟ داشتی به گوشیت نگاه میکردی میخندیدی، گفتم منم ببینم بخندم، مگه چیه؟ آره میخندیدم، اما یه جوک بیادبی بود، داشتم به اون میخندیدم. تو که از این چیزا خوشت نمیاد؟ آره خب داشتی به جوک بیادبی میخندیدی، باورم نمیشه. نشون بده، منم جوکای بیادبی دوست دارم، بذار با هم. ببین چی داره میگه، همینم مونده به خواهر بزرگترم از این چیزا نشون بدم بیادب. وای بچه ها، به خدا میگیرم کلتونو میکوبم به هما. بلند شو ببینم، مگه تو امروز کار نداری؟ آقا ندیم نمیره بیرون؟ اونا رفتن. آره ندیم با عموش رفت، موقع برگشتن قراره بهم خبر بده.
نگو ندیم، پسرم زشته. پس چی بگم مامان؟ بگم شوهر خواهر؟ خب عادت ندارم. حداقل بگو آقا ندیم. دوست دارم بگم، اما خودش خوشش نمیاد. چه میدونم، اونم اینجوریه دیگه. شوهر خواهر خوبیه، مثل اون یکی نیست. اون یکی رو که میشناسی چه مدلیه؟ اون پسرم. با من بلند شو بیا ببینم. چی شده دختر، شوهر دوست شدی؟ بیا با هم دیگه بریم هوا خوری. آره خیلی هم خوب میشه. میگم جرنم ببرین، خوبه ها؟ بعدم مامان جون، الان پیاده روی واسه اون اصلا خوب نیست. خواهر، میخوای جرنم ببریم؟ خوب میشه؟ آره اینجوری دیگه نمیتونم ازت بازجویی کنم. خواهر جیوان، را بیفت، را بیفت. خیلی هم خوبه، از جلوی دست و پام برین کنار. جرن چی کار میکنه؟ حالش خوبه؟ آره سحر، تو چرا اخلاقت اینجوریه؟ حالا هر کی ندونه فکر میکنه توی کشور دیگه زندگی میکنی. بابا دخترت همین بغل دیگه، از تو خونت بیا بیرون ببینش دیگه. نه ما رابطمون یکم به هم ریخته. خیلی خوب، ولش کن، بعدم باها تماس میگیرم، دستت درد نکنه. وای سحر خانم، واقعا ببخشید، سال هاست که عادت دارم وقتی میام پیش خدمتکارا یادم میره در بزنم. اشکالی نداره، خوش اومدین. خیلی ممنون. از دیروز تا حالا نتونستیم حرف بزنیم. آره اتفاقا منم میخواستم بیام پیشتون. دیروز خیلی عجله ای تماس گرفتم اما نشد که تشکر کنم. من هر چقدر از آقا آگاه عصبانی باشم، از شما به همون اندازه باید تشکر کنم. این چه حرفیه؟ من به عنوان یه مادر وظیفه‌مو انجام دادم. سحر خانم، من و شما شروع خوبی با هم نداشتیم، اما این یه شروع جدیده. به عنوان دوتا مادر چرا نتونیم همچین کاری کنیم؟ خب داداشی حرف بزن، گوشم با توه. چی بگم خواهر؟ حرفی برای گفتن ندارم، یعنی چیزی نمونده، تازه تموم شده، خودت که دیدی اوضاع خرابه. وقتی داشتی کفشا رو پاش میکردی اون موقع اوضاع خراب بود؟ خراب بود مگه نه؟ جیوان باشه بابا خواهر، میدونم چی میخوای بگی، لابد میخوای بگی بهم نمیخوره و از من بالاتره، نمیتونم باش سر کنم و اینا. تازه خودش هیچ، اون مامان و داداشش از همه بدتره. بعدش هم اون دختر خانواده کاراچایی، من کیم؟ البته درسته که خواهرام عروسای خانواده کاراچایی، اما اینطوری نمیشه. وقتی پسر باشی قضیه فهم. جیوان منو قورت میدم، از مادرش و باباش میگذرم. فکر نکن که از برادرش میترسم، من از خود داملا بیشتر از همه میترسم. اون دختر طرز فکرش با من فرق داره، اون تو یه عالم دیگه است، با من فرق داره. ما اصلا به هم نمیخوریم، نمیشه، حتی تو خوابم نمیشه. جیوان بس کن دیگه، میدونم چی میخوای بگی، اون منو ناراحت میکنه، من اونو ناراحت میکنم، اون دل منو میشکنه، من دلشو میشکنم. بله. تو ابدم. بله هر دوتون اذیت میشی. خب دیگه حالا که اولشه بهتره منصرف شی، چون میخوای بگی ما به هم نمیخوریم. نه خیر، نمیخوام اینو بگم. چی؟ پس چی میخوای بگی؟ میخوام بگم من اولین باره که برادرمو اینطوری میبینم. میخوام بگم برو برو. کی گفته عشق قرار خوشبختی بیاره؟ این عشق اگه لازم باشه ناراحت میشی دلت میشکنه، اما ارزشش رو داره. خرید عاشقانه ندیم کارچای و همسرش.
تصویری که از زوج جوان پخش شده. خواهر شوهر فیلم گرفت و جفت عاشق بازی کردن. بدبخت شدم. دیگه برای همیشه زندگی هنریمو از دست دادم. همین الان باید دستور پخته این بوریکو به نورتن بدی. این آدم مچاق میکنه. خیلی تعجب کردی؟ دروغ چرا، خیلی تعجب کردم. آره، خب راستش اگه 100 سالم میگذشت به این فکر نمیکردم که بشینم با شما اینجوری چایی بخورم. باورم نمیشه. درسته، شما کاملا حق دارین. اتفاقات زیادی افتاده. من همه ی اون زشتی ها رو فراموش میکنم. نمیدونم حرفم رو باور میکنین یا نه، اما الان دیگه یه خونواده این با هم دیگه. به خاطر بچه هامون دقیقا مثل دیروز باید کنار هم باشیم، چون که بچه هامون به همون نیاز دارن. چون که من اینو نمیدونم گفتن این حرف درسته یا نه، راستش یه خورده مضطرب میشم، اما فکر میکنم یه چیزایی در مورد بچه هامون هست که ازش بیخبری. البته من همه حرفایی که به شما زدم با آقا آگاه هم در میون گذاشتم. اما خب هرچی هم که نباشه، اون یه مرده، در واقع یه پدره. اون که نمیتونه مثل ما باشه. همینطوره، بله. ای کاش میومدین پیش من. البته درکتون میکنم، هیچ وقت شما رو سمت خودم ندیدم. در مورد طلاقم خیلی ناراحت شدم. ببینم نظرتون در مورد پیشنهاد کوچیکم چیه؟ چی بگم؟ خیلی فکر خوبیه، خیلی خیلی کار خوبی کردین. ای کاش از اول همچین کاری میکردین. ای کاش. پس من خیلی سریع ترتیبش میدم. فقط یادتون نره باشه، بین خودمون بمونه سهر خانم. آها، بله بله، حتما. نمیشه که فرق گذاشت الان برای یکی اینجوری، برای اون یکی اونجوری. خب اصلا نگران نباشین سهر خانم، برقراری تعادل تو خونه مسئولیت منه. شاید باورتون نشه، اما از اینکه با هم دیگه کنار اومدین خیلی خوشحالم. بالاخره حتما باید اینجوری میشد. باید هر دومون توی یه مسیر میبودیم. ما همیشه توی یه مسیریم سحر خانم، همیشه. خدایا شکرت. تا زمانی که همه چیز بر وفق مراد باشه تو یه مسیر هستیم سهر خانم. چند بار باید بگم چرا نمیفهمین؟ چرا این خبر رو درست نمیکنی؟ برای چی همش داره تکثیر میشه؟ بله میدونم اون ویدیو رو من گرفتم، اما خبر رو اشتباهه. اونی که تو فیلم دیدین زن پسرموم نیست، همسر برادرمه. دارم بهتون میگم این خبر رو درست کنین، وگرنه مادرم منو زنده زنده میخوره. عزیزم چطوری؟ به نظرت اون خبر کوچیک دخترم به اندازه کافی تو اینترنت پخش شده؟ عالیه، این خوبی تو فراموش نمی کنه. نه بابا، داملا بی خودی هول شده، سوء تفاهم اون اصلا برامون اهمیتی نداره. خودت خوب میدونی که خبر خوب و بد نداره. عزیزم شما دارین کارتون رو خیلی خوب انجام میدین. میدونین که اینجور چیزا برای جوونا خیلی مهمه. پخش بشه. اون ویدیو باید همه جا پخش بشه.
بشینید ببینم. خب ندیم، همه جای شرکت رو که گشتی، حالا نوبت چیه؟ اتاق بابامو کی میخوای ازش بگیری؟ پسرم دارم فکر میکنم برای خودم یه اتاق دیگه داشته باشم. من میخوام یه اتاق داشته باشم. بله شنیس خانوم، اول شرکت رو حسابی گشتن، آقا ندیم تا بخش سرویس دهی هم رفتن. بچم ذوق داره. خب بله. خب تعریف کن ببینم الان دارن چی کار میکنن. تو اتاقن، هنوز بیرون نیومدن، اما انگار یه خورده ناراحت بودن. ای بابا جدی میگی؟ به نظر چیزی شده؟ اتاق میخوای؟ آره بله. خیلی خوبه. اتاق. ببینم سمت دوست داری چی باشه ندیم؟ روی در چی بنویسی؟ دوست داری وظیفت چی باشه؟ هنوز نمیدونم، اما اگه پیشنهادی داری قبول. نه منظورم اینه که خودت دوست داری چی بنویسی، میخوام اینو بدونم. میخوای بنویسیم صاحب شرکت؟ دوست داری؟ یا نه این کمه، خیلی کمه، نمیتونه کافی باشه. می نویسیم صاحب همه چیز. خوبه؟ اینجوری دوست داری؟ جوانو بس کنید دیگه، کافیه. من میخوام برای خودم یه اتاق داشته باشم. چرا اینقدر عصبانی شدی؟ نمیفهمم. بابا حواست هست اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ مسئله فقط یه اتاق نیست، انگار حواست نیست. اینجا شرکت بابای منه. همونقدری که تو عمو اینجا سهم دارین، منم ازش سهم دارم. حتی نه راحت باش بگو، اینجا شرکت باباته، همه چی واسه توه. خب حالا تو از ما چی میخوای ندی؟ با کدوم تحصیلات و رزومه اینو میخوای؟ پسرم بس کن. بابا میخوام حرف بزنم. ممکنه شرکت باباش باشه، اما مسخره بازی نیست. من 4 سال رفتم تو آمریکا، مثل خر درس خوندم، مدیریت خوندم، اقتصاد خوندم، مدرک گرفتم، زحمت کشیدم، همه این کارا رو کردم که یه روزی آقا ندیم سر پا بشه و بیاد همه چی رو ازم بگیره. اتاق میخواد. این به چه حقی از ما اتاق میخواد؟ تو اون اتاق میخواد چیکار کنه؟ میخواد جدول زرد تمرین کنه؟ میخواد برای پیش دانشگاهی تلاش کنه؟ درست حرف بزن. نیازی به دلسوزی نیست امو جان. همون جوری که پسرت دونه دونه بروم زد، من یه آدم بی سوادم، آدمی که حتی جدول زرد و بلد نیست. من حتی نتونستم برم دبیرستان. به دلایلی که پسرت بهتر از هر کسی میدونه، من حتی نتونستم برم دبیرستان. اون دلایل چیه؟ باشه حالا مهم نیست، تمومش کنید. اعصاب هممون به اندازه کافی خورده. تو چی فکر میکنی عمو جان؟ تو نظرت چی عمو؟ میخوای بدونی نظر من چی؟ آره همه اتاقای این شرکت مال توه، حتی اگه بخوای اتاق منم برای توه. اما دیگه بیشتر از این نمیشه. چون نه آموزشی دیدی نه سوادی داری که بتونه برای پیشبرد کارهای شرکت مناسب باشه. پسرم پسرت پشت سرته، من پسرتو نیستم.
شنیز خانم سلام، منم. آقا ندیم همین الان از اتاق اومد بیرون. خیلی به هم ریخته بود، مطمئنم تو اتاق یه اتفاقی افتاده. ازت ممنونم. متاسفم بابا، یکم بد حرف زدم، نتونستم خودم رو کنترل کنم. میرم از ندیم عذرخواهی میکنم. ببین پسرم، تمام این حرفا رو اون دوتا جادوگر به ندیم یاد میدن، اونا ندیم رو پر میکنن و هدایتش میکنن، اینو میدونم. بابا، ندیم نیازی به این نداره که کسی پرش کنه، اینو میدونی، چون اون از بچگی اول عمو، بعدشم تو به اندازه کافی پرش کردین. اون بچه با این فکر بزرگ شد که همه چی مال اونه، و منم با همین فکر بزرگ شدم که همه چی مال ندیمه. بله شنید خانم. باشه، پس هدف اولو از دست دادی. خیلی زودتر از حد تصورم از شرکت خارج شده. پسرتون داره میاد، بهش حمله کنی. آقای جنگ همترتون با پسرموتون چه رابطه‌ای داره؟ آقای جنگ میشه توضیح بدین؟ خواهش میکنم توضیح بدین آقای جنگ، لطفا توضیح بدین آقای جنگ. اون ویدیویی که پسرموتون با همترتون بودن چه معنی میده؟ لطفا توضیح بدین آقای جنگ، خواهش میکنم توضیح بدین آقای جنگ. آقای جنگ لطفا توضیح بدین، خواهش میکنم ازتون آقای جنگ. موبایل هر دوشون هنوزم خاموشه. حتما خجالت میکشن، اونا جوونن دیگه، شرمنده شدن. آخه این خیلی بیمنطقیه، واقعا سوء تفاهم بدیه. چطوری بیان خونه و تو روی هم نگاه کنن؟ میدونم براشون خیلی سخته، واقعا سخته. تقصیر من بود، فکر میکردم خودم میتونم حلش کنم، اما قضیه خیلی پیچیده تر شد. جمره ازت معذرت میخوام. از منم باید معذرت خواهی کنی، مگه نه داملا جون؟ ببخشید،
ولی فکر کنم باز این من بودم که شوهرش افتاد دست خواهرش. معذرت میخوام. نشنیدم. داملا جون دخترم، تو برو تو اتاقت، بعدن با هم دیگه حرف میزنیم. البته به نظرم فقط داملا مقصر نیست. اون صحنه عاطفی و هر کسی که میدید سریع تهمت عاشقی میزد، مگه نه؟ دخترم آخه این چه حرفیه؟ زشته. خواهر تو اون همه مدت پرستار شوهر تو بوده، اونو الان دیگه خواهر و برادر به حساب میان. دلیل نمیشه چون دکمه پیرنشو بسته این حرفا رو بخوای بزنی دختر. زشته. بله حرفتون درسته، اما این جرنگ غرورش اینجا شکسته شده. چی سر خانم، اگه واقعا این وسط چیزی زشت باشه، از همه بیشتر برای این دختر زشت بوده. پاشو دخترم، هر کسی باید با زشتیه خودش تنها بمونه. پاشو بیا بریم عزیزم. بهتره من برم با هر دوتا دخترم مفصل حرف بزنم. سهر خانم، دخترها رو به حال خودشون رها کنید. امروز با هم دیگه حرف زدیم، کاری مهمتری داریم. اونو ولش کن به حال خودش، آبروش بالاخره رفت. اصلا باش بحث نکن، نون خودتو آجر نکن. بذار خودش جواب بده، بذار این دفعه اون از چشم آگاه خان بیفته، بذار گناه اون لکه تو رو پاک کنه. یه ضرب المثلی هست در مورد از حد گذشته، همیشه تو تستای شخصیت میاد. من امروز تو شرکت فراتر از حدم رفتم. تو هم زمانی که دکمه پیرانتو دادی زنم ببنده از حدت گذشتی. اون شب بهم گفتی جمره برای تو با بقیه فرقی نداره، فراتر از حرفت رفتی. یادته؟ یعنی هر دومون اشتباه کردی. اشتباه کردیم و تموم شد. مشکلی هم نیست. تو از حدت تو 8 سالگی فراتر رفتی، اما من تازه شروع کردم. تو اینترنت مردم خیلی چیزا میگن، ما که نباید مثل غریبه ها رفتار کنیم و بچه هام رو بیشتر از این شرمنده کنیم. مگه مادر رو نباید گذشت داشته باشن؟ به وقتش باید چشمشون رو ببندن، به وقتش هم باید سکوت کنن. به وقتش باید کور و کر باشیم، به وقتش باید لال باشیم. آره حق با شماست. در ضمن فردا روز بزرگی. من اولش هیجان داشتم، اما الان نمیدونم آخه چطور میشه. به نظرتون زمان مناسبیه شنیز خانم؟ دقیقا الان وقتشه سحر خانم، الان درست وقته این سورپرایز کوچیکمونه. Thank you.
چه قیافه‌ایه، یه خورده بخندین دیگه. هر چقدر هم دیر باشه ولی مؤثره، باید انجام بشه. هم یه استراحت کوچیکه، همین که این اتفاقای تلخ فراموش میشن. زود باشین یکم بخندین دیگه. یکم غافلگیر شدم. مادرها اینطوری غافلگیر میکنن. جریان چیه ماما؟ در پناه خدا. مامان بابا دیشب تو شرکت مونده، ندیمم که رو سرمون سوار شده. حالا منم با خیال راحت برم ماه عسل، درسته؟ برو، همه دارن ما رو نگاه میکنن. برو برو، خوش بگذرم. میدونم داری یه کارایی میکنی. خوش بگذره. پسرم برو به سلامت، مراقب خودتون باشین، حسابی خوش بگذرونین. از سفرتون لذت ببرین. فعلا خدافظ. خدافظ. به سلامت. به نظرتون کار درستی کردیم شنیز خانم؟ خدای نکرده اتفاق بدتری نیفته. خیالتون راحت باشه، کارمون درسته سحر خانم. بیا نورتن. نورتن میشه چمدونا رو ببندی؟ جایی میخوای بری؟ خوش بگذره. با هم قراره بریم همسر عزیزم. خواهر برادرها همیشه با هم دعوا میکنن، وظیفه ما اینه که اونا رو آروم کنیم. به عنوان مادر اجازه نمیدیم بین جوونا فاصله بیفته و رابطهشون خراب بشه. خیالتون راحت باشه. راستش منم همیشه همینو میخوام شنیز خانم. امیدوارم. یه ساعت دیگه کنار ساحل. متوجه شدم. شنیز خانم، از داروخونه داروهاتون آوردن. ممنونم. خدا بد نده، مشکلی پیش اومده؟ میگیرنم. میدونین که این مرض هیچ وقت تمومی نداره. من اینا رو بخورم برای راند دوم آماده میشم.